سلام دوستان وقتتون به خیر باشه افغانستان موضوعی هست که امروز میخوایم در باید صحبت بکنیم یه دوربین هم الان دارید داخل این کادره میبینید تعجب نکنید این دوربین رو با افتخار اینجا باید قرار بدیم و امشب در باید مفصل صحبت خواهم کرد دوست دارم که امروز در کل ویدیو همون داخل این کادر باشه در ویدیو آخر امشب در باید, در باید توضیح هم داد در مرزهای شرقی ایالات متحده مقامت چه اتفاقی داره میفته ای؟ این ات... این احتمالاً موضوع هست که ذهن شما هم درگیر شده دیشب یک خبر در رسانه منتشر شده شما احتمالا شنیدید و اون هم احتمال سقوط مزار شریف هست نیروهای طالبان پیشروی انجام دادن تا نزدیکی های دروازه های این شهر رفتن و بعید نیست که در این روزها خبر سقوط این شهر هم در رسانه منتشر بشه من بخشی از اخبار در خصوص طالبان رو از روی متن برای شما میخونم که الان اونجا چه خبر دقیقا یکی از نقاطی که مورد هدف داره قرار میگیره مزار شریف هست نوشتن که در ساعات گذشته طبق ادعای طالبان دو شهرستان استراتژیک در, وی... در ولایت بلخ و دو شهرستان در قندوز به تصرف طالبان در آمدند و عملا شهر مزار شریف به تدریج در حال تکمیل محاصره است در شهر قندوز ناحیه سوم این شهر به تصرف طالبان در است و پس از سقوط دولت آباد شهرستان دیگری نیز در خطر سقوط قرار گرفته در شهر مزار شریف هم این عکسی هست که کاربرها در تلگرام منتشر کردن نیروهای مردمی اونجا دارن آمادگی خودشون رو به صلاح آماده سازی خودشون رو دارن انجام میدن که اگر شهر سقوط کرد و اگر طالبان قصد تصرف این شهر رو داشت با طالبان مقابله انجام بدن یکی از نکاتی که خیلی کاربرها بهش پرداختن درباره این عکس تصویر آیت الله خمینی و تصویر رهبر ایران در انتهای مسجد هست که احتمالا دارید مشاهده میکنید ولی یه سال ممکنه براتون پیش بیاد چرا پیشروی های طالبان داره و سریع اتفاق میفته ببینید دوستان من چند وقت پیش یک برنامه ساختم در این برنامه گفتم که آمریکا اومده تاکید کرده برای اینکه میخوام خدماتی رو به ارتش, ارتش افغانستان انجام بدم آموزش هایی رو به اینها بدم به بهانه این آموزش ها اومده نیروهای نظامی افغانستان رو چند سال به خدمت گرفته هزینه بسیار سنگینی رو از افغانستان دریافت کرده و در اون ویدیو گفتم گفتم اولا در حوزه پهبادی هیچی به اینا یاد ندادن ایران باید بلند شه بره بگه آقا جون بیاید من به شما آموزش میدم آمریکا چیزی به شما یاد نداده و چیزی برای ارائه دادن نداره من قدرت پهبادی منطقه من میخوام به شما آموزش بدم و موضوع دوم گفتیم که در خصوص آموزش نیروها هم اتفاق زیادی رخ نداده اینها رسما افغانستانی ها رو بازی دادن ضمن اینکه پهبادهایی هم که به افغانستان ارائه داده شده برای عملیات تعدادشون بسیار, بسیار بسیار پایین هست این گزارش بود که ما اون موقع هشدارش دادیم الان چیزی که در افغانستان رخ داده یک خلأ امنیتی خلأ چرت و افتاده آمریکا افغانستان رو ترک کرده در نبود آمریکا چه کسی باید بیا تامین امنیت بکنه دولت باید تامین امنیت بکنه دولت چه کسی از تصویری که مشاهده یکی از مقامات آمریکا نشون میده احتمالا انبوهی از سربازان آمریکا رو دارید میبینید با خوشحالی یک نفر در بینشون نشسته در داخل پادگان یعنی رئیس جمهور آمریکا داخل کاخ ریاست جمهوری افغانستان نمیرفته باش دیدار کنه یکی از دستآموزان آمریکاییها بوده میرفتن داخل پادگان باش دیدار میکردن پس آمریکاییها افغانستان رو ترک کردن ما از آبان سال گذشته هشدار داریم گفتیم که این ترک کردن اتفاق میفته و وقتی اتفاق افتاد یقین بدونید که اینها افغانستانی ناامن رو به دنیا ارائه میدن برای اینکه بگن حضور ما در منطقه خاورمیانه و به خصوص افغانستان ضروریه حالا یه ویدیو هم خواهیم دید که ببینید اینا نگاهشون به افغانستان چیه یه مقدار احتمالاً شوکه خواهیم شد بعد از اینکه آمریکایی افغانستان ترک کردن خب نیروهای امنیتی وابسته به دولت و نیروهای نظامی باید تامین امنیت رو انجام میدن دیگه با کدوم آموزش رو انجام میدن چه چیزی یاد گرفتن از آمریکایی به چه شکل باید این کارو بکنن دولت مرکزی دولت مرکزی یا م... یک غربگرا هست که اونجا قرار گرفته برای اینکه به افغانستانی ها توضیح بده که راه حل مشکلات شما آمریکاست کدومشونه این آقایی که در رأس قرار گرفته کدومه فضا خیلی روشنه و اون چیزی که رخ میده خیلی روشنه یک خلای امنیتی رو به وجود آوردن برای اینکه برای اینکه طالبان بتون راحت پیشروی بکنه و نیروهای نظامی افغانستان هم بعضیشون به طرز عجیبی دارن میپیوندن به صف نیروهای طالبان این تصویری که دارید مشاهده میکنید یک نمونه از نیروهای نظامی افغانستان هست در یکی از عملیات ها در افغانستان هشت نفر البته یکی از عملیاتی که نه مجموعه از عملیات رخ میده برادر این شخص کشته میشه فعال رسانه بوده در افغانستان دولت هیچ حمایتی از اینها نمیکنه دوباره بعد از یه مدت حمله میکنن به خونه همین شخص یک افسر نظامی افغانستانی هست حمله می کن به خونه همین شخص افراد ناشناس طالبان این کار رو نمی کنه. افراد ناشناس حمله میکنن تعدادی از اعضای خانواده این شخص رو میکشن نظامی هست که باید تأمین امنیت افغانستان رو انجام بده حالا خانواده خوش مورد هدف قرار گرفتن بعد از چند روز با هشت نظامی دیگه بلند میشه میره میپیونه به نیروهای طالبان و تاکید هم میکنه میگه حکومت مرکزی توان تامین امنیت رو نداره افراد ناشناس اومدن دارن خانواده ما که نظامی های شما هستیم رو میکشن چه برسه مردم من دلیل نمیبینم که با اون حکومت مرکزی کار بکنم میرم وای میسم که افغانستان این فضا که وجود من. یعنی بعضی ها هم به انگیزهای مختلف دارن در کنار طالبان قرار میگیرن و در فضای کلی این چیزی که برای شما ترسیم کردن به این شکل است که خلأ امنیتی پیش اومده آمریکا آمدانه فضا رو به این شکل فراهم کرده و ممکنه براتون این سوال پیش که خب چرا ایران ورود نمیکنه چند وقت پیش یک خبر در رسانه منتشر شد که افغانستان میخواد امنیت یکی از فرودگاه های خودش رو به ترکیه بسپاره این دولت غربگرایه که میخواد به مردم توضیح بده که راهکار آمریکا آمریکا رفته ببینید اوضاع بحرانیه ارتش رو حمایت نمیکنه نیروی نظامی که میخواد وسط میدان مشا رو حمایت نمیکنه چون میخواد بگه راهکار آمریکاست حالا چه کسی رو آورده برای کمک به افغانستان ترکیه رو آورده افغانستان ترکیه که خودش پدرخوانده تکفیری هاست هر کجا حضور پیدا کرده داعشیا و تکفیری ها اومدن این یعنی ترکیه بیشتر وقتی بررسی میکنی انگار آورده شده برای حمایت از سگفیری ها تا اینکه حمایت از مردم افغانستان انجام بده ممکن بگید چرا ایران رو وارد قضیه نمیکنن انقدر این دولت اخیر افغانستان و انقدر آمریکایی ها در سالهای اخیر و انقدر علی نژادهای ورژن افغانستانی علی جوان مردی های ورژن افغانستانی چون همین ورژن ایرانی شو که ساختن ورژن های دیگه هم ساختن هم در عراق دارن این فای نقش میکنن هم دیگر در دیگر کشورها ذهنیت مردم اون کشورها رو باید به خودشون و با آمریکا همراه همراه کنن در افغانستان همین ورژن داره کار میکنه و در طول این سال نفرت پراکنی از ایران رو انجام داده یعنی تلاش کردن که بگن مشکل اصلی افغانستان ایرانه حالا مردم افغانستان دو تا نگاه دارن یه نگاهشون میگن که بله مشکلات از این همسایه به نام ایرانه 20 سال آمریکا رفته افغانستان رو گرفته نگاه مردم رو بردن به این سمت که مشکله از همسایه به نام ایرانه یک بخش دیگه از مردم نه اونا نگاهش متفاوت میگن که طالبان القاعده گروهای تروریستی آمریکا و پاکستان و عربستان این کسایی هستن که دارن در افغانستان این فاینانس ما به ایران ربطی نداره پس کار رسانه‌ای به طور کامل در جهت سمپاشی علیه ایران انجام شده و یک بخشی از جامعه در افغانستان طبیعتاً نسبت به ورود ایران در این بحران‌ها و چیزهای از این دست نگرانی هایی داره ولی تا اینجا کار یه نکته دیگر من میخوام برایشون توضیح بدم بعضی میگن که چرا ایران در طول این سالها با طالبان دیدارهایی رو داشته من مفصل توضیح دادم دلیلش رو خیلی زیاد توضیح دادم که چرا ایران پاکستان عربستان آمریکا قطر ترکیه هند اینا چرا رفتن نشستن با طالبان صحبت کردن ولی به طور خلاصه اگر بخوام الان براتون رو توضیح بدم یه جمله میتونم بگم بخش از خاک افغانستان در دستان طالبان هست یا باید این رو به عنوان یک حکومت رسمی قبول کنیم که در بخشای ممکن است با ما هممرز بشه طبیعتا وقتی هممرز بشه تو باید باش دیالوگ داشته باشی دیگه برای چه کسی برای امنیت مردم خودت و برای امنیت مهاجرانی مهاجرانی که به کشور تو تحمیل خواهند شد پس تو باید با اونها دیالوگ داشته باشی موضوع دوم موضوع, موضوع مهمتر این که اصلا فرض بگیریم که اونها یک گروه کاملا جنایتکارن هیچ تغییر رفتاری هم ندادن همشون هم به طور کامل با هم تفکرات قبلی هستن باز در این صورت تو باید با اونها دیالوگ داشته باشی چون مردمی که تحت سیطره اونها هستند برده اونها که نیستن که تو باید با اونها دیالوگ داشته باشی برای کمک به اون مردمه این فاز کلی هست که لازم در روی افغانستان ما هم ترسیمش بکنیم یکی دو تا گزارش بخونم از پیامی که آمریکایی‌ها از چند ماه قبل مخابره کرده بودن پیرامون این که ایران خودش رو برای پذیرش آوارگان افغانستانی آماده بکنه دقیقا بحثی که من چند ماه پیش همین بود گفتم اینها ترک میکنن افغانستان رو و فضاش رو بحرانی میکنن و فضاش رو پرآشوب میکنن و همین شما دوستانی که براتون سوال هست چرا ایران باید با طالبان دیالوگ بکنه باید به این سوال فکر بکنید که چند میلیون آواره ممکن است بیان سمت کشور شما و بعد به این فکر بکنید امنیت باشه اونجا بهتره یا فضا بحرانی باشه فهم کنم بعدش میرسیم به پاسخ این سوال که چرا ایران داره با طرفین مختلف در افغانستان دیالوگ میکنه و چرا باید این کار رو انجام بده بریم یه ویدیو رو هم ببینیم تلاش کردم جوانب مختلف ماجرا رو برای شما ترسیم میکنم نمیدونم پراکنده شد یا به اصطلاح پرداختن به همه جوانب اتفاق افتاد به هر جهت تلاش کردم که بخش مختلفش مورد بررسی قرار بگیره یه ویدیو میخوام برای شما پخش کنم از رئیس جمهور جدید آمریکا میخواستم رئیس جمهور اخیر آمریکا بعد ببینیم که نگاهش نسبت به مسئله افغانستان چیه اینها یک بازه زمانی حمله کردن به افغانستان گفتن که میخوایم بریم طالبان رو از بین ببریم دموکراسی وجود بیاریم الان در حالی دارن از افغانستان میرن که نشستن با طالبان دیالوگ کردن دموکراسی هم وجود نداره حالا ببینیم جو نظرش در باره افغانستان و نگاه ها, ها به افغانستان چیه من این ویدیو رو میذارم ببینیم قبل از اینکه صحبتش پخش بشه ترجمه رو به شما میدم بعد صحبتش رو پخش کنم. در بخش اول صحبتشون میگه که این یک موضوع آشکار بود که بارها هم گزارش شده بود که من کاملا مخالف ادامه آن یعنی حضور در افغانستان بودم هدف ما از حضور در افغانستان قیام برای یک کردن افغانستان قیام برای یک کردن افغانستان بود یا نبود میگه نبود هدف ما از حضور در افغانستان قیام برای یک کردن افغانستان نبود زیرا افغانستان نمیتواند یک پارچه باشد عجب پس رفتید چیکار بکنید و چرا نمیتونه یک پارچه باشه بگذارید دوباره بگویم افغانستان رو نمیتوان یک پارچه کرد اینجا مجموع سه کشور است ببین اینا اگر به اصطلاح پاشون به ایران هم, برسید اصلا هم اینا همینا بعد چند سال میان جلوی درو میگن بگذارید ساده بگویم ایران رو نمیتوان یک باشه کرد ایران مجموعه چند کشور است کردها لورها عربها بلوچها آشنای داستان درست این داره به سه تا قوم اصلی در افغانستان اشاره میکنه دیگه میگه این ترکیب سه تا کشوره و ما نباید یک پارچش کنیم باید تجزیهش کنیم به سراحت داره میگه گوش بریم صحبتشو different countries. three. پاکستان سه ایالت آن را مالک است سه ایالت در شرق که تحت حاکمیت حقانی ها نیستن. <applause> من می توانم همچنان ادامه دهم اما یک نکته اینجاست که استراتژی ما ضد تروریسم است. ما می توانیم با خروج از افغانستان و ایجاد پایگاه های در پاکستان دقیقا اینجا شد دقیقا همون حرفایی که قبلا بارها و بارها با هم مرور کردیم و از خودمون نساختیم از اندیشکدارشون گفتیم گفتیم اینا ایدئال براشون اینه ما الان وقتی توی خاورمیانه داریم عملیات انجام میدیم علیه ملت ما آدم بدهیم. ایم چیکار بکنیم ما بریم پشت آسان یه کشور دیگه ای رو بندازیم جلو اون بیاد عملیات بکنه حالا اگه جنایت کرد اون فوش میخوره ما فوش نمی‌خوریم. و از طرفی اهداف ما هم داره دنبال میشه اینجا همین میگه میگه ما میتوانیم خروج از افغانستان و ایجاد پایگاه هایی که پاکستان برای پرواز و عملیات بر علیه خطراتی که از آن آگاهی در اختیار آن میگذارد ایالات متحده را از مورد هدف قرار گرفتن و قربانی شدن تروریسم مسئول بدیم یعنی میگه میتونیم هم تو، توی افغانستان عملیات بکنیم و همین که کشته و آسیب دیده نداشته باشیم حالا چطوری عملیات بکنیم و اینا رعایت بکنیم از طریق پهپادهایی که پایگاهها شدن در پاکستان به وجود میارن داستان همونه چیز زیادی تغییر نکرده اینا برنامهشون دقیقا همون چیزی است که برای شما گفتم و مردم افغانستان باید طعم بی, بی, نظمی و ناامنی رو بچشن و به این جنبندی برسن که راهکاری وجود نداره جز ورود آمریکا چرا نمیتونن به گزینه ایران فکر بکنن چون در طول این سالها که دولت غربی و اونها اونجا حاکم بوده و در طول این سالها که امثال قومی کلاهای ورژن افغانستانیشون امثال جوانمردی های ورژن افغانستانیشون اونجا کار میکردن سمپاشی علیه ایران رو انجام دادن همونطور که در کشور تو سمپاشی علیه افغانستان رو انجام دادن همونطور که در عراق سمپاشی علیه ایران رو انجام دادن و همونطور که در همه جایی محور مقاومت این کارو کردن یه بار یه بار مرور کن آمریکا یه سری فعال رسنی در کشوره داره در کشور تو امسال علی جاد و امسال علی جوانمردی و فخرآور هستن اینا تلاش می‌کنن نفرت نفرت تو نسبت به نیروهای مقاومت لشکر فاطمیون نسبت به نیروهای مقاومت نیروهای لبنان و فلسطین اینا بد بشه دیده تو نسبت به اینها بد بشه در عراق دارن نفرت اونا رو نسبت به ایرانی‌ها بد می‌کنن کیا ورژن عراقی همونا در افغانستان ورژن افغانستانی همونا دارن این حس نسبت به ایران به وجود میارن همه ایالات متحده مقاومت باید حسشون نسبت به منفی بشه از هم بپاشن به مرحله از پاشیدن که رسیدن اینها بتونن بیان میگن راهکار ما هستیم ببین وقتی ما نیستیم ناامنیه ما باید بیایم وسط این میدان ایفای نقش کنیم برای اینکه امنیتی شما تامین بشه اگر اجازه بدید ویدیو رو همینجا متوقف میکنم به بهانه رخدادهای های این روزهای افغانستان و فضایی که طالبان به وجود آورده تلاش کنیم یه بار براتون ترسیم بشه چه چیزی رو رخ میده یکی دو تا پیام میخوام براتون بخونم نوشتن که خیلی خوشحالم همونجا که در منطقه ابرقدرت هستیم در رسانه هم داریم مثلا ابرقدرتی پیش میریم آمریکا غربگره ها و اپوزیسیون جدیدا کم آوردن ادامه بدید راه رو به خاطر ایران یکی دیگه از دوستان گفتن که آقا تریا سلام بابا دم این هموطنمون گرم این دوست کانادایی رو گفتن که رفته بود خیلی زحمت کشید برای اینکه بتونه در انتخاب شرکت بکنه انشاالله خودش و خانواده سلامت باشن ببین چقدر سختی کشیده بازم میگم زنده باد ایران واقعا که با شرفت این مدافعان وطن رو داریم یکی دیگه دوستان گفته که جناب تحلیلگر انتقاد درستی است که مدیریت جناب رئیسی کردید که نمیتونه به صلاح گفتیم که زار یک نکته خوب دارد توضیح در نکات خوب رو گفتیم یه نقطه ضعف هست اون نقطه ضعف اینه که بعدش تو باید کاتسازی انجام بدی یه نیروی بسازی اون نیروی مثل خودت باشه از آستان و قدس رفتی اونجا تو بگیره از قوه قضایی رفتی اون بیا جاتو بگیره تو اون نیروه رو باید بسازی گفته که انتقادی که با آقای کردین کاملا درسته در مورد خودتون هم صادق. در مورد من نه در همه صادقه یعنی همه ما کسانی که این سوی میدان ایستادیم این در برامون صادقه و اون کسی که در صادق نبود این نکته یکی فرمانده شهیدمون بود که ارائه عراق رسید واقعا کادسازی بینظیری انجام داد یعنی ای کاش یه نفر از لحظه که این شخص نیروی مسلح شد بود هی می نوشت که این داره چیکار میکنه تا امروز چون به شدت موثر بود این شخص در کادسازی یه نفر اگه رفتار این رو بتونه کتاب بکنه شاید ماها بتونیم از طریقش یاد بگیریم چطور باید کادسازی انجام بدیم و نفر دوم که این کار درست انجام داده شاید تهرانی مقدم بوده او هم در حوزه کادسازی مثلا فوق العاده که نفر سوم آیت به دلایلی که قبلا در یک ویدیو توضیح دادم ما در این قضیه خیلی ضعف داریم همه اون ضعف داریم من تلاش کردم که این ضعف رو برطرف کنم. یعنی برم توضیح کات سازی کاتسازی اگر بخوای انجام بدی باید یه سه نکات رو به افراد یاد بدی خب باید بدونی که این چطور باید منتقل بشه به افراد این نکته هست که حالا پیرامونش ما نقطه ضعف اساسی داریم خیلی ممنون از پیام هاتون من این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم امروز روز اول تبلیغات ما هست هر ماه تبلیغات مالی با حمایت مالی انجام میدیم درخواستم از رفقا این هست که حتما حمایت بکنن از ما این تصویری که مشاهده کنید بنر حمایتی ما هست حتما حمایت بکنید و کمک بکنید که بتونیم این کار رو مستقل پیش ببریم غیر مستقل هم میشد این کار رو انجام داد ولی طبیعتا اون موقع دیگه ما نماینده مردم نبودیم نماینده کسانی بودیم که میخواستن حرفای در حوزه رسانه زده بشه دوست داریم این کار مستقل پیش بره و به هر قیمت شده یا مستقل پیش میبریمش یا متوقفش میکنیم حمایت بکنید ولو با یک ریال تا اینکه بتونیم این کار رو با قوت جلو ببریم اگر اجازه بدید این ویدیو رو همینجا متوقف میکنم منتظر پیام های ارزشمند شما هستیم وقتتون بخیر